13 مرداد ماه 1396 خورشیدی و 4 اوت 2017 میلادی. نشد که هفته پیش موضوع رشوه و فساد در قوه قضاییه رو تموم کنیم. امشب صفحه آخر رو هم به فساد در قوه قضاییه میپردازیم. اما موضوع رشوه امشب فقط مطرح نیست. قاچاق کلان مواد مخدر است و روایتی تازه از قتل ندا آقا سلطان در 3 خرداد 88. پرده آخرم که آخر برنامه. به روال معمول برنامه های صدای آمریکا موظفم خدمتتون عرض کنم که نظر مهمان یا مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی این هفته به همه طرفداران وضع موجود. عرب های جمله دارن میگن الناس و علی دین ملوکهم، یعنی مردم بر روش فرمان روایانشون هستن. اگر یا خصوصیت اخلاقی داشته باشن فرمان روایان، این سرایت میکنه به کل جامعه و تربیت میشن مردم به همون صورت. اون چیزی که حالا ته 4 دهه بودن 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی میشه توی جامعه ایران مشاهده کرد اینه که افزایش طمع پیدا کردن مردم به مال غیر، راحت طلبی توشون زیاد شده، به جای اینکه برن دنبال کار و تلاش میرن دنبال کلاهبرداری. انسانیت کاهش پیدا کرده، خودخواهی زیاد شده، مردم از عشق و لطافت و زیبایی و هنر دور نگه داشته شدن و غم ترویج شده. افزایش نابرابری ها بسیار شدت پیدا کرده، مردم عصبانی و زودرنج شدن و به خاطر همین هاست که شما مشاهده میکنید توی هر شهرستانی که برید اداره دادگستری اونجا شلوغترین و پرعباب‌رجوع‌ترین اداره اون شهره. جمعه پیش یه تیکه از گفتگویی رو پخش کردیم با آقای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در تهران. بعد از پخش اون برنامه ایشون برامون نامه فرستادن و نوشتن: آقای مهدی فلاحتی عزیز، احتراماً در برنامه صفحه آخر مورخ 6 مرداد 96 با اجرای حضرت عالی قسمت‌هایی از صحبت‌های این جانب پخش کردید. از آنجا که پخش جزئی از سخنانم در برنامه جمعه گذشته صفحه آخر ظرفیت ایجاد این شایبه را دارد که علل اطلاق و به صورت حکم کلی قائل به وجود فساد در دستگاه قضایی هستم، استدعا دارم در برنامه بعدی از جانب بنده اعلام فرمایید که مباحث جاری بر زبان این جانب مفروضاً همراه با نگاهی نسبی و بدون قضاوت در خصوص سطح کمی پدیده فساد در دستگاه قضایی بوده است. به تعبیر درست‌تر، آنطور که برخی مقامات نظام نیز بارها و طی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عنوان کردند که فساد در قوه قضاییه مانند همه سازمان‌ها یک واقعیت تلخ است و فقط بحث بر سر شدت و ضعف آن می باشد، لازم به تأکید است که سخنان مورخ 6 مرداد 96 این جانب نیز که از برنامه صفحه آخر صدای آمریکا پخش شد، ابداً به معنای تأیید وجود فساد سرتاپا و همگیر در این نهاد نبوده. و طبعاً به عنوان یک وکیل دادگستری که مبتلا به دستگاه قضایی هستم، می توانم شهادت بدهم که در قوه قضاییه عدد قضات شریف و پاکدست کم نیست. با سپاس، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، 7 مرداد 96. بله، هفته پیش در ضمن گفتیم که آبان پارسال لو رفت که رئیس دستگاه قضایی مملکت امام زمان ماهی 20 میلیارد تومان جیرینگی میریزه تو گلوی خودش و خانواده گرسنه‌اش. یادتونه دیگه، 63 حساب بانکی به اسمش آقای رئیس قوه قضاییه، الان شیخ صادق لاریجانی. فقط سود سپرده ها تو این 63 حساب بانکی که به اسم رئیس قوه قضایی است، یعنی حساب شخصی محسوب میشه، سود این سپرده ها در سال میشود 250 میلیارد تومان که با آقای صادق لاریجانی پرداخت شده. یعنی تو 7 سال گذشته از وقتی شیخ صادق به حکم رهبر معظم شده است رئیس قوه قضاییه، 1750 میلیارد تومان رفته تو جیب قاضی قضات مستضعفان. سود پولایی که مردم بدبخت به عنوان وثیقه و امثال هم گذاشتن تو حسابای مثلا قوه قضاییه.
آقای منتظری دادستان کل کشور میخواد قضیه رو ماسمالی کنه، میگه اون 63 حساب بانکی خرج عطینای قوه قضاییه میشه، مثلا ساختمون سازی که براش بودجه نداریم، کارای عمرانیه به قول ایشون قوه قضاییه رو رئیس قوه قضاییه لطف میکنن از حساب خودشون خرجشو میدن. شما ملاحظه کنید در همین تهران ببینید ما ساختمانهایی که در اختیار داریم، دادسراهای ما در چه ساختمانهای مستقره، چه کار باید کرد؟ یک بخشی از همین اعتباراتی که در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه هست و اینقدر مورد تهاجم قرار گرفته و این همه حرفهای نامربوط نسبت به اون زده شده، بیان بررسی کنم بخشی از بخش عمده از ساختمانهایی که در تهران و سایر شهرستانها ساخته شده با توجه به کمبود اعتبار عمرانی از محل همین پولهایی که در اختیار بوده. آقای فریدون احمدی نماینده مجلس درباره همین بهانه ساختمان سازی قوه قضاییه ببینید چی میگه. انقلاب میگن آمار زندانیا 10,000 تا بوده، امروز رسیده به 220,000 نفر. میخوایم اجازه بدیم قوه قضاییه سالی 40,000 متر مربع ساختمان بسازه. برای چی؟ باید برن ناکارآمدی قوه قضاییه رو یه جای دیگه باید برن درست کنن. ما مدرسه داریم، من خودم هفته گذشته در حوزه انتخابیم تو کانکس درس میخونم، تو کپر درس میخونم. 40,000 متر مربع شما بره چی بسازی؟ ساختمون بسازی، زندان بسازی، چی کار میخواید بکنی؟ زندانی بچهش بیرون کفش نداره، زندانی بچهش بیرون مدرسه نداره بره، زندانی که میره داخل زندان بیرون باید برای زن و بچهش فکر کرد. میخواد کار، میخواد نون، میخواد ده نفر دیگه هم خراب میشه. مگه این اندازه ما قوه قضاییه میخوایم؟ مگه 80 میلیون نفر میخوایم بکنیم تو زندان؟ آقای دکتر امروز به عنوان وکیل مردم یک نفر تا به امروز نرسیده به من بگه از عمل کرده قوه قضاییه راضیه. مگر یک کسی میتونه در قوه قضاییه بره حکم بگیره؟ اون وقت میخوایم این قوه را مورد لطف قرار بدید. کوچک باید بشه قوه قضاییه، باید بره کارآمد بشه. اجازه نداریم پول ملت رو بدیم بره ویلا بسازن، ساختمون بسازن، معلوم نیست خونه سازمانی میخوام بسازن، مجتمع فرهنگی تفریحی میخوام بسازن. زندانی بچهش بیرون کار نداره، نون نداره، خانوادهش تو کپر میخوابن، اون وقت رئیس قوه قضاییه مایی 20 میلیارد تومن سود وثیقه ها و ضمانت هایی رو میگیره که باید همین خانواده ها و زندانی ها فراهم کنن، بریزن به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه، رئیس محترم قوه قضاییه ببخشید. بعد این قوه قضاییه چجوری کار میکنه؟ حالا نیروهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال گذشته 344 مورد کارچاق کنی به ارزش بیش از 150,000 میلیارد ریال یعنی 15,000 میلیارد تومان کشف کردند. این در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته چیزی حدود 7,000 میلیارد تومان بود، یعنی بیش از دو برابر بودجه کل قوه قضاییه رشوه گرفته شده تو این دستگاه. این تازه فقط اعلام شده ها، این فقط تازه کشف شده مثلا ها. فقط 344 مورد کارچاق کنی شده، دو برابر بودجه قوه قضاییه. 344 مورد کارچاق کنی، همه تون میدونین که توی سال واقعا حتی توی یک شهر عددی نیست. 345 مورد رشوه گرفتن، چه برسه به کل کشور؟ اون وقت همین عددی که عددی نیست و مسخره است نسبت به عدد واقعی رشوه گیری و کارچاق کنی که همه میدونن تو دستگاه قضایی، همین عدد مسخره یعنی 15,000 میلیارد تومان فقط در یک سال و یعنی دو برابر بودجه سالانه قوه قضاییه. پول زیرمیزی رد و بدل شده تا رأی خریده بشه، رأی قاضی خریده بشه. وحشتناک واقعا. این یعنی فساد ساختاری که دیگه از اینکه یه قاضی رشوه میگیره پس خلعش کنیم یا فلان قاضی به مراجعین خانوم بند میکنه، نمیدونم
از این چیزا دیگه نیست. دستگاه قضایی تبدیل شده به مجموعه از باندهای زورگیر و متجاوز. اما مشو بذار بالاتر آقای صادق لاریجانی. ببینین تو پیامایی که آمده خانم نوشتند با حفظ نام و شغلشون، من بخشی از نامشون رو میخونم. من در دولت احمدی نژاد با رئیس بسیجی فاسد اداره درگیر شدم. از انتظار شرم‌آور این مردک می‌گذرم. برای بازنشسته شدن و عدم احتساب چندین سال سنوات خدمتی با گرفتن وکیل به دیوان عدالت اداری شکوایی با مدارک مستند تنظیم کردم. بعد از 18 ماه تاریخ رسیدگی فرا رسید. وکیل مربوطه یک ماه قبل از تاریخ رسیدگی مرا خواست و گفت در دیوان عدالت اداری من ده‌ها پرونده را وکالت کردم. هیچ پرونده‌ای بدون رشوه به نتیجه نمی‌رسد. و ادامه داد که هر شعبه دلالی مخصوص دارد که رئیس دفتر شعبه به وکیل پرونده معرفی می کند. هر شعبه دلال مخصوص داره که رئیس دفتر شعبه میره به وکیل معرفیش میکنه. و گفت دلال شعبه فلان که شماره رو نوشتن شماره رو ذکر نفرمایید. ولی اسم دلال هست. دلال شعبه فلان شخصی به نام هوشنگ تجویدیان شاغل در امنیت ملی است. و شماره تلفنش فلان است. او پرونده شما را بررسی کرده، اینا رو وکیل میگه، و برای صدور رأی به نفع شما در شعبه بدوی و نیز در شعبه تجدید نظر باید 150 سکه بهار آزادی بدهی. گفتم چجوری حساب کرده؟ گفت باید هم شعبه بدوی و هم شعبه تجدید نظر را راضی کنند. اگر رأی شعبه تجدید نظر را نخواهی باید 100 سکه بهار آزادی بدهی و رأی تجدید نظر به عهده خودت است. و گفت پول نقد و چک را هم قبول نمی کنم. من چون این پولی نداشتم اما مدارک مستندی ارائه داده بودم. حق مرا ضایع کردند. به روحانی رئیس جمهور و لاریجانی رئیس قوه قضاییه و منتظری دادستان که آن وقت رئیس دیوان اداری بود و به کانون وکلا شکایت کردم. مدارک را فرستادم که بی نتیجه ماند. اینها مثل زنجیر به هم متصلند. ببینید رئیس بسیجی فاسد اداره میاد بند میکنه به یه خانم محترم. ایشون مجبور میشه برای اینکه زورش نمیرسه یقه طرفو بگیره بره بگه آقا جون من میخوام بازنشسته بشم و سنوات خدمتیمو حساب کنین، با من خلاصه تسویه حساب بکنین. نمیدن بهش همین پولشو. چرا؟ چون جواب مثبت نداده به اون بسیجی هرزه، رئیس بسیجی فاسد اداره‌ای که ایشون توش کار میکرده. نه نامش به روحانی رئیس جمهور، نه نامش به لاریجانی رئیس قوه قضاییه، نه نامش به منتظری دادستان و تمام مدارک مستندی که داره و فرستاده، و نه نامش به کانون مستقل وکلای دادگستری. آقایون وکلا هیچ کدوم جواب نگرفته. با وضع خانوادگی بد که نوشتن که میچی. ببینین در نظر مالی اینا که مثل حلقه های زنجیر به هم متصلن که این خانم اشاره فرمودن کیا هست؟ سپاه، قوه قضاییه، سازمان بازرسی. و بذارین یکی دو تا شهرستان سر بزنیم، یه مجموعه دستمون میاد. اول مشکین شهر. من به عنوان یک کارگر 50 میلیون تومنمو یه پاسدار خورد، گرفت به زور اسلحه شو. خودشم جزو اداره اطلاعات امنیت مشکین شهر بود. خودشو جا زد. الان میرم شکایت میکنم، میگم از دزد شب به دزد روز شکایت کرده ای. قوه قضاییه، دادگاه و دادستانی مشکین شهر و اداره اطلاعات رسما تو روز روشن اخاذی میکنن از مردم. یکی دیگه از شهرها و استانهایی که برای نمونه، واقعا برای نمونه خدمتون عرض میکنم که بیشترین شاکی رو داره تو پیامایی که به دست ما رسیده، کرمانشاهه.
نوشتن فساد در قوه قضاییه هر مقدار که هست به جای خود، اما در دادگستری کرمانشاه ده ها برابر است، در حدی که قضات به جز چند نفر استثنا رسما و علنا رشوه میگیرند. آقای سهراب قاسمی رئیس شعبه 111 کسی است که بیش از 10 سال است در شعب مختلف ریاست میکند و علنا اقدام به گرفتن رشوه میکند. او دارای 34 باب مغازه، خانه، آپارتمان، باغ تفریحی و سهام کارخانه در شهرهای تهران، کرمانشاه، بروجر و عراق است. آقای سهراب قاسمی رئیس شعبه 111. یک دستگاه آپارتمان در منطقه پونک به مساحت 160 متر آقای جواد مدلل برای او خریده، داماد آیت الله مکارم شیرازی، و دیگر املاک را نیز با پول رشوه خرید است. او به راحتی و از طریق چند دلال شناخته شده اقدام به گرفتن رشوه می کند و همواره خود را پشت نقاب مذهبی پنهان می کند. دیگری بهروز طولابی رئیس شعبه 104 کیفری است که گند رفتارهای او از قاسمی بدتر به همه جا کشیده شده. او با کمک برادر زنش نیکزاد عباسی که معاون دادستان بوده و الان مستشار دادگاه‌های تجدید نظر استان کرمانشاه است، پرونده‌ها را مهندسی می‌کند. نیکزاد عباسی و شخص دیگر محمد سهرابی است که از هر دو طرف دعوا رشوه می‌گیرد تا عدالت را رعایت کرده باشد. بیشترین فساد در دادگستری کرمانشاه از زمان ریاست اللهیار ملک شاهی شروع شد که هم اکنون او از شهرستان الشتر به مجلس رفته و ریاست کمیسیون حقوقی مجلس را بر عهده دارد. ملک شاهی عده‌ای قاضی ناسالم را به کرمانشاه آورد و آنان همزمان برای خود و با در نظر گرفتن سهم رئیس کل رشوه میگیرند. قاضی جمشیدی، تیموری، احمدی فر همه دست پرورده های ملک شاهی هستند. ببینین این اللهیار ملک شاهی اصلا توی ادارات به طور کلی دولتی، نمیدونم یعنی اجرایی و خود قوه قضاییه، بارها گفته میشه که باندیه و همشهری بازیه و اینا. ایشونم از لرستان است و یه عده همه هم میرن رفیقای خودشون و رفیقای دوز خودشون رو جمع میکنن. یه عده از قاضیای لرستانی رو جمع کرده اوورده توی به اصطلاح قضات، یه سری آدم رو، حالا به اونا رئیس دفتر هم حتی هستن، ورداشته اوورده تو کرمانشاه و اینا همشون همین باند زورگیرن خلاصه در دادگستری کرمانشاه. بذارین یه پیام تلفنی هم بشنویم از کرمانشاه. در دادگستری کرمانشاه رویه حاکم تابلوی نانوشته است که بر آنجا نصب شده. پول بیار و ای ببر. براحتی با مقادیر مختلف پول می توان آرایی به دلخواه را از دادگستری کرمانشاه گرفت. حتی بعضی از قضات براحتی اعلام می کنند که متن رأی را می دهیم خودتان بنویسید. اکثر شعب دادگستری در کرمانشاه دارای دلال هایی هستند که می توانند از میان وکلا یا غیر وکلا باشند. اوج فساد را می توان در شعبی که به سرپرستی آقایان تیموری، طولابی، احمدی، قاسمی و از این قبیل دید. کسانی که با وقاحت تمام دلال های خود را در راه روها گمارده و علناً رشوه دریافت می کنند. مبارزه با فساد در دستگاه قضایی به ویژه دادگستری کرمانشاه اصلاً کار پیچیده ای نیست. با یک رصد نیم ساعته به راحتی می توان چند قاضی را مچگیری و دستگیری کرد. اما اراده ای برای این موضوع در میان نیست. سوابق قضات فاسد کرمانشاه به راحتی نشان دهنده عمق فاجعه است و تداوم چندین سال رشوه‌خواری آنان بر همگان مشخص است و عدم برخورد با آنان نشان از حمایتشان از جانب مقامات ارشد.
دوست بیننده ای نوشتن من از کرج هستم که یک کارخانه تولید روغن موتور دارم. کاش از فساد قضات تعزیرات اطلاع پیدا می کردید. از شرکت بنده 2 سال پیش 6000 لیتر گازوئیلی که سهمیه سوخت قانونی بود، همه مدارک هم ارائه شده بود، به عنوان سوخت غیر قانونی تلقی شد. قاضی شعبه 4 تعزیرات کرج آقای نجف زاده که نماینده اطلاعات هم هستند، خیلی از این قاضی ها مخبر اطلاعاتن، خبرچین اطلاعاتن. آقای نجف زاده که نماینده اطلاعات هم هستن گفتن یا 15 میلیون بدید یا جریمه سنگین میکنم. از دوستانم در استانداری تماس گرفتن، گفتن 1-2 تا سکه بده بی خیال شو، زیر بار نرفتم. 68 میلیون جریمه شدم. 2 تا از همسایه هامان رو به نام های آقایان علومی و قائمی پرونده برایشان درست کردند. 700 میلیون تهدید به جریمه شدند. 50 میلیون تومان رشوه دادند به آقای نجف زاده، حل شد. آقای نجفزاده قاضی شعبه 4 تعزیرات کرج. از چند تا شهر دیگه هفته پیش هم داشتیم پیام‌های مشابه که به هر حال نشون میده که اوضاع در مجموع از چه قراره. هفته پیش ضمناً محض یادآوری فیلم مخفیانه احمدی نژاد و مرتضوی را از فاضل لاریجانی پخش کردیم که رسماً به مرتضوی میگفت به بابک زنجانی بگو مای 15000 دلار به من بده تا من واسش تو قوه قضاییه و تو مجلس که 2 تا داداشام رئیساشن واسش کاراشو راستوریز کنم واسه بابک زنجانی. فیلم هفته پیشم گفتم مال سال 91 بود، 5 ساله که بعد از این رسوایی بزرگ رئیس دستگاه قضای اسلامی به ریش بنده و شما و همه سردمداران و حکومت دارن میخندن. چرا؟ تو تونست دزدی کنه؟ یعنی آقا بالاترش کسی دیگه نی؟ او بالاییه کجاست؟ یه لقا آدم نگاه کنه مملکت، کل مملکت ایران رو 3 تا خانواده بیشتر نیست میگردونن. چرا؟ همه قوم و خویشن. این کجاش اسلامیه؟ خانواده آقای لاریجانی همه داداشه رئیسن. چرا؟ فقط همینا میفهمن؟ تمام مسئولین از همون که اول بودن همینان، همه همینان، یعنی 36 سال همینه دارن مملکت رو میگردونن. خب اگه اینا به درد میخوردن که حالا جامعه ما این نبود که. آقای مهدی دانشمند وقتی تو مصاحبه میاد این حرفا رو میزنه، یعنی اوضاع چنان شده است که با صراحت و ذکر نام دیگه یقه همدیگه رو میگیرن. چرا؟ چون یه عده در این نظام احساس خطر کردن، جلو مردم دیگه یقه همدیگه رو میگیرن، تقصیر این همه تباهی رو به گردن همدیگه میندازن. شروع شده. اما 2 نکته رو که در مقدمه اشاره کردم، یکی روایت تازه است از قتل ندا آقا سلطان و یکی دیگه قاچاق مواد مخدر به دست خود قضات، دست کم 1 قاضی و که ایشون هم خبرچین وزارت اطلاعاته، 1 قاضی که صاحب منصب دستگاه قضایی هم هست که حالا در ادامه صحبتشو میکنیم. هر 2 مورد رو اجازه بدین من اینو بگم، کسی در اختیار ما گذاشته که نماینده حفاظت اطلاعات سپاه در واحدهای بسیج مرکز بوده است. قبل از اینکه به موضوع مشخص یک پرونده و قاضی قاچاقچی مواد مخدر برسیم، اجازه بدین که موضوع قتل ندا آقا سلطان از ایشون بشنویم. بنابر اسناد شورای عالی امنیت ملی در سال 88 که دبیرشون موقع سعید جلیلی بود، دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال 88 گزارش تهیه میکنه برای رئیس جمهور احمدی نژاد. یه گزارش اجمالی داده بود که مثلا در جریان اون فتنه به قول خودشون چه ارگان‌های حضور داشتن، من مثلا از سپاه چند تا پیت حضور داشتن، کدوم حق فاصله خیابونا رو گرفته بودن، مثلا نیرو انتظامی به استعداد چه نیروهایی از یگان امداد و آگاهی از پلیس امنیت و مثلا یگان ویژه و اینا کجاها رو گرفته بود و بسی چی کار می‌کرد و اینا، که حتی تو اینا توضیح داده بود که مثلا فلان شخص تو فلان جا کشته شده به ضرب مثلا گلوله اسلحه سازمانی به شماره فلان بود و فلان و فلان، به مثلا از قاتل ندا آقا سلطان یه اسم برده بود. بعد که شخصی به نام آقای علی صالحی نامی از بچه های بسیستن و یه 2-3 نفر دیگه که تو اون جریانات تیراندازی میکردن. الان اون آقای علی صالحی قاتل ندا آقا سلطان کجاست؟ دو
فعالیتش ادامه میده، دوباره خلاف میکنه، چرا گردونه مسخره هم میکنه، به جلوی اینو میگیره جلوی ملت. یعنی الان تو بسیجه دیگه همچنان؟ بله بله، جزء مسئولیت هم معمولا بهش، مسئولیتی که من یادم بود معاون اطلاعات و حوزه فضایی جمهور. علی صالحی معاون اطلاعات 103 حوزه جماران، تو این گزارش 53 صفحه‌ای که سعید جلیلی تهیه کرد درباره قتل و قاتل ندا آقا سلطان غیر از حالا ذکر نام و این مختصر چه چیزی نوشته شد؟ ایشون با توجه به اینکه دسترسی مثلا به ناجا و استفاق برای اوزان های امنیتی داشت، ازشون گزارش خواسته بود که مثلا بفرمایید که مثلا با چه استعداد نیروهایی که این بحث فتنه 88 داشت، که مثلا سپاه اعلام کرده بود من مثلا به توپو برده بودم، مثلا فلان گردانم، فلان حتی واسه مثلا سازماندهی شده بودم، فلان منطقه رو با فلان گردان گرفته بودم، فلان گردان تو فلان جا مستقر من نیرو انتظامی هم گذار شده بود با بسیج همه چیز. و کلا اینها رو اومده بود جمع‌بندی کرده بود و یک گزارش کامل برای این برای آقای دکتر محمود احمدی نوشته بود که موضوع از چه قرار بود، چجوری اومده مقابله کرد. در اصلا این ها اومده بود مثلا اشاره کرده بود که فلان جا هم حتی مثلا یه فیلی شلیک شده، مثلا حتی اشاره شده که مثلا این که ندا آقا سلطان رو اون شخصی که زده نشانه گیری نکرده، یه هوا شلیک کرد و اتفاقی توی خورده و موضوع مثل این که از این قراره که توی اون کوچه این که ندا آقا سلطان داشته یک گونه بوده که شب قبلش اینا کلی کلاه آهنی و استفر و باتون برده بودن و داشته بودن تو خونه یکی از اعضای بسیج اون منطقه، به لحاظ اینکه یکی از گردان‌های آشوبا اونجا تو اون منطقه قرار بود تو احتیاط باشه، یعنی قرار نبود که وارد عمل بشه و درگیر بشه با مردم، ولی اگر قرار شده بود که نیروهای جنگ گردان یا هر نیرویی اینها رو اعزام کنن که به اونا کمک کنن و یه سری تجهیزات رو برده بودن توی یکی از خونه‌ها که توی همین کوچه که منزل آقا سلطان هستش و تو همون کوچه ایشون مذبوب شد اونجا گذاشت. موضوع از این قراره که تو اون روزی که به اینا گفتن شما هم وارد عمل بشید و تجهیزات رو برسونید به دست بچه ها که فلان جا بدن اضافه بشن، اینها مونده بودن که چطور این تجهیزات رو از این خونه در بیارن بیرون و این که نمیخواستم ملت متوجه بشن تو اون کوچه که اینا مثلا دو بچه های بسیجی هستن که مثلا تجهیزات تو خونهشون نگهداری میکنن توی همچین مواقع از این خونه همچین تجهیزاتی میاد، نمیخواستم تو مهتاب رو بشن بخاطر اینکه میخواستم زندگی کنم بعدا، نمیخواستم تو اون منطقه درگیر باشم. میاد یه کاری میکنه به عقل احمدش میرسه که این علی صالحی با دو سه نفر رفته بودن که با یک نیسان پیکاپ این تجهیزات رو بار بزنن و ببرن برسونن به جایی دست بچه ها که در احتیاط بودن توی تجهیزات اتوبوس، و عقلش میرسه که یه تیر هوایی شلیک کنه که مردم به ترسن صدای تیر بیاد متفرده بشن از اون منطقه دور بشن تا این از فرصت استفاده کنن اینا رو بار بزنن. این اصنا که در ورده بوده شلیک میکرده و بدون این که نشانه گیری کنه همینجوری یه تیری میزنه میخوره به این چیزی که تو گزارش هاتی گزارش اینجوری بوده دیگه. ولی اگه اون علی صالحی تیر هوایی میخواسته بزنه خب چرا تو جمعیت زده؟ والا مثل این که خبیرش رو نمیخواسته مثلا خیلی در بیاره که مثلا مشخص بشه که داره تیر اندازی میکنه، از زیر بغلش در آورده بوده و داشته با یه زاویه شلیک میکرده که یه تیر رفته به سمت خودم. خب حالا این گزارش اوناست، ولی من یه چیزو نفهمیدم، مگه ندا آقا سلطان از پشت بوم تیر نخورد؟ چجوری میشه از پشت بوم تیر حتی افقی زده بشه و بخوره به کسی که تو خیابون داره راه میره؟ چه بوده؟ از پشت بوم نزده، توی کوچه توی خود کوچه تو همون نزدیکی های ندا این کار کرد. ببینین اون چیزی که تا حالا میدونستیم این بوده است که یه بسیجی به اسم عباس کارگر جاوید قاتل ندا آقا سلطانه. دکتر آرش حجازی پزشکی که هنگام
جان سپردن ندا بر پیکر وی حاضر بوده است. میگوید که او یعنی عباس کارگر جاوید را در حالی که فریاد میزده نمیخواستم بکشمش دیده است. دکتر حجازی البته در وبلاگشون نوشتن، این جملهشون رو میخونم: من فقط صاحب عکس را شناسایی کردم، مشخصات فردی او را نمیتوانم تأیید کنم، ضمناً احتمال خطاهای فردی را ندیده نگیرید. خانواده آقا سلطان از عباس کارگر جاوید به اتهام قتل فرزندشون شکایت کردند. مادر ندا آقا سلطان در مرداد 89 توی مصاحبه گفتن که قاضی پرونده حکم جلب عباس کارگر جاوید را صادر کرده ولی او ناپدید شده. که وکیل خانواده من اعتراض کرد که معنی نداره که ناپدید چه بونه. به هر حال ببینید، نماینده حفاظت اطلاعات سپاه در حوزه‌های بسیج تهران که تا سال 88 تو همین سمت کار می‌کرد و امشب دارین مصاحبه بنده رو با ایشون می‌شنوین، برای اولین باره که می‌گوید که اینها همه عین دو جمله است که برای من نوشتیشون. من وقتی این توضیح ها رو از ایشون خواستم و این صحبت رو کردم، گفتن که اینا همه منحرف کردن موضوعه و کسی که ندا رو کشته شخصی است به نام علی صالحی، معاون اطلاعات 103 حوزه جماران. این اسم و مشخصات روشنه، امیدوارم که داغداران ندا آقا سلطان بتونن حقیقت رو روشن کنن واقعا. اما اون چیزی که باعث شد با نماینده پیشین حفاظت اطلاعات سپاه در حوزه های بسیج صحبت کنیم موضوع فساد در قوه قضاییه بود، در واقع که صحبت به ندا آقا سلطان رسید. ایشون از قاضی میگن به اسم قاضی محمد امینی از قضات مجتمع قضایی قدس که به دلیل اینکه با مفسدان دستگاه قضایی تو همون مجتمع همکاری نمیکنه، پاپوش براش درست میکنن، بازداشتش میکنن، بهش حکم اعدام میدن و بعد حکمش به حبس ابد تبدیل میشه و الان در اوین زندانی است. خودی این شخصی که رئیس شعبه 1170 که مجتمع قضایی قدس بودن، یک پرونده به ایشون ارسال میشه که پرونده مالی بوده، باید یه متهمی شرطی داشته مثل بقیه برم. اونجا یک قاضی بوده به نام آقای رسول منوچهری که یک آخوندی هست و برادر سه تا شهید هم از ظاهر هم میگم و عرض کنم خدمت شما که اون موقع نمیدونم برو رئیس کدوم شعبه بوده ولی رئیس یکی از شعبه بوده همون دادگاه خود بوده. این آقا توی اون پرونده‌ای که به امینی ارسال شده بود میاد یه سفارش میکنم و یه پولی میگیرم. به امینی میاد سفارش میکنم که آقا فلان پرونده رو به این شکلی که دارم بهت میگم به نفع متهم تمومش کن، تو پول گرفته بود. امینی این کار رو نمیخواد بکنه. قبل از این که وقت برسه یه دادگاه این مسائل انجام بشه، چون اینا میبینن که پول هم گرفتن و این هم نمیخواد به اون نحوی که اینا قولش رو دادن انجام بده، میاد چیکار میکنه رسول منوچهری؟ از طریق رئیس مجتمع که یک شخصی بوده که همشهری رسول منوچهری بوده، پرونده را از شعبه آقای امینی میگیره که ببره توی شعبه خودش اونجوری که میخواد انجام. وقتی که این کار انجام میده آقای امینی شخصش خبردار میشه که یه همچین موضوعی هست، میاد این موضوع رو با حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران که ظاهرا مثل اینکه یک احضاری اخباری چیزی آقای منوچهری و همون آخونده بابت این موضوع این عقده شکل میگیره، عقده که از آقای امینی که اومده یه همچین کار حجت الاسلام من اول بگم قاضی محمد امینی که زندانی است، رئیس شعبه 1171 دادگاه قدس بوده و حجت الاسلام رسول منوچهری رئیس شعبه 1173 دادگاه قدس که گویا به عنوان دادرس شعبه 1174 همین دادگاه قدس هم کار میکرده است در اونجا، البته الان منتقل شده جای دیگه. ایشون آقای منوچهری حضرت حجت الاسلام میرود چند تا قاچاقچی مواد مخدر رو که با شیشه قبلا گرفته بودن آزادشون میکنه مشروط. این آقای منوچهری که اینها متهماش بودن، متهمای شیشه اون توی دادگاه عمومی از گردن داشت یه زمانی برگزار شد توی این بحث شیشه و اینا، بعد اینها شیشه گرفته بودن، میاد اینها رو بدون عقد و سند و فلان اینا آزاد میکنه، بعد اینها رو صدا میزنه میگه که پرونده تون فعلا دست من باز مفتوحه، اگر میخواد خودتون رو نجات بدید من حبس سند ندم، باید اون کار رو که بهتون میگم رو انجام بدید. موضوع از قرار میگه که همون جوری که خودتون قبلا این توی همین پرونده خودتون شیشه رو جاساز کرده بودید،
توی کنسرت های تون ماهی و به محض اینکه آماده شد به من میگید، اطلاع میدید، من بهتون میگم به وحید کجا رفید. یا میان به حالا وای اینکه این آقا توی پروندهش اینا رو تلقی کنه، میان باش همکاری خواهر در همکاری شد. همه این اعترافات و این اظهارات متهمین هم که این اوراق و اسناد مداری که قضایی هم موجوده، یعنی دادگاه هم همشون اینا رو گفتن، تو بازجویی هم گفتن به آقای منوشهری ازش میخواسته که این کار انجام بدن. اینها میان شیشه رو تهیه میکنن، قلوش 3.940 کیلو گرم شیشه ای که الان توی پرونده موجوده و این ها رو توی کتوی کنسر جاساز میکنن. ارز کنم خدمت ما که وقتی که آماده میشه به رسول منوشهری همون متخلف میان اتفاق به اینکه آقای این آماده از شما رو فهمید ما با باید کچی چیکار کنیم و کجا ببینیدن. رسول منوچهری میاد با آقای امیر که همکارش بوده تماس میگیره، میگه که من میخواستم برم اصفهان، ماشینم خراب شده، یه سری وسایلی چند تا عقب ماشینم هست، اینا رو میفرستم تو برا من نگهدار که ماشینم خراب شده نمیبرم، نمیتونم اینا رو با خودم ببرم، بعدا میخوام اینا رو ببرم اصفهان نجف آبادی، شهر نجف آبادی. اون رسول منوچهری اینا میگه باشه مشکلی نداره، بفرست برا من نگه میکنم برای فردن اینه تحلیل. از طریق همون متهم ها بهشون زنی میشنه این که ببرید بدید به فلان اینم آدرس شونم خواهش اینا میارن تحلیل، اینم از خدا بی خبر اینا رو تحلیل میگیره میذاره تو. ببینین اولا ببخشید که خودت صدا بعضی جاها نامفهوم میشه، ولی به هر حال اصل صحبت گفته شد. اگه فرصت کردیم من برمیگردم خلاصه این داستان رو باز براتون میگم. به هر حال از اون ور حجت الاسلام منوچهری به عنوان مخبر اداره اطلاعات خبر میده به اطلاعات مرکز که آقا جون تو خونه محمد امینی نزدیک 4 کیلو شیشه توی فلان جای خونه توی نمیدونم کنسروای ماهی جاسازی شده، برید. این اسمایی که من رسول منوچهری میگفتی که من میام فردا میام پس فردا میام اینا رو میگیرم، ماشینم رو تحویل گرفتم میام ازش میگیرم، همه هنگ میکنه همه کار انجام میشه، میان مراجعه میکنم بچه های اطلاعات به حکم دادستان وقت آقای دولت آبادی، میان مراجعه میکنم تو خود شعبه آقای امین رو اول کشوشو میگردن، اولش میدارم میگن که باید با هم جایی بشه، این آقا رو برمیدارم مراجعه میکنم به خونه این خونه من دقیقه هست خونه شو میگردن، اصلا میگه که تا اومدن صاف رفتن رو همون جا کشیه که از همون موقعی این کنسروا رو گرفته بوده چند جعبه بودن چون زیاد بودن، میگه تو همون روی جا کشیه میگه تا این کنسروا رو دیدن اینا رو برداشتن و یه دو تا شو باید کردن دیدن به ایشون شیسته هستش که جایی جا ماهی باشه تو نماهی باشه، میگه اینو بازداشتی کردن که از اون روز بدبختی ها شروع شده و داره یه حبس ناعادلانه میکشه توی زندان ادینه الان توی بردش و داره حبس میکشه و با توجه به این که این متهم ها از روز اول اومدن این اعترافات رو کردن، ولی با توجه به این که این پرونده دست اداره اطلاعات بوده و منوچهری یکی از مهره های مهم برای اداره اطلاعات و شانه تهران، اداره اطلاعات هیچ اراده ای نداشتی که پای منوچهری رو بکشونه و تا جایی که میتونسته این رو از این پرونده سعی کرده نجات بده، ولی تا یه جایی این موضوع پیش رفته. اعترافات متهمین باعث شده که توی مراحل بعدی گزارش به نظر جناب آقای حسینی که اون موقع دادستان وقت کل کشور بودن برسه. این آقای اژه‌ای اولا میاد امین رو از اعدام نجات میده، میگه که این موضوع مشکوکه، دادسرای کارکنان دولت به این نتیجه میرسه که آقای منوچهری متخلف است، باید بازداشت بشن و توی دادگاه و ایام بازجویی باید نسبت به این سوالات و ابهامات پاسخگو باشن. همه متهمین دارن میگن که این به ما گفت این تهیه کن ببر بده به فلان، ولی این پرونده رفته معلق مونده اونجا توی دادسرای انتظامی خودزاد و اراده وجود نداره برای اینکه این رو تحلیل کنم به خاطر اینکه داره اطلاعات استان تهران پشت این قضیه. چقدر پرونده های اینجوری معلق مونده به فرمایش؟ قاضی رسول منوچهری نجف آبادی رو از مجتمع قدس برداشتن گذاشتنش مجتمع ولی عصر. منوچهری پرونده داره به دلیل قاچاق مواد مخدر به مالزی به اعتراف دو تا از متهما که تو همین بسته‌بندی های تن ماهی برای قاچاق به مالزی دست داشتن و این
در اسناد دادگاه هست، در همین چند صفحه‌ای که شما دیدین در اسناد دادگاه در همونجا نوشته شده که ما این کار رو برای فرستادن به مالزی می‌کردیم قبل از اینکه برای قاضی محمد امینی تبدیلش کنیم به پاپوش. اگه مدیران نظام، ببینین، اگه مدیران نظام تو هر دستگاهی دستشون تو همین کاسه دزدی است، ولی بدنه این نظام اون منافع رو نداره، نمیتونه تا آخر چشمش رو ببنده و ندیده بگیره یا تحمل کنه این وضعو. برای مثال همین شخصی که نماینده حفاظت اطلاعات سپاه در حوزه های بسیج بوده، این شخصی که توی جایگاهی بود که از نظر ایدئولوژیکی، از نظر اعتقادی توی جایگاهی قرار داشت که اگر میگفتن از ولایت دستور رسیده که تو از بالای یک ساختمان پنج طبقه خودتو بنداز پایین بدون اینکه سوال بپرسه این کارو میکرد، چون فکر میکرد اینکه مثلا سوال پرسیدن از ولایت یک اشتباهه، یک گناهه. وقتی ولایت میگه خودتو بنداز، باید بندازی، اصلا سوال نپرسی، مطمئن باشی که این راه راه ساز. و این شخص باید چیزهایی رو ببینه که بیاد به این جایگاهی برسه که بفهمه که اینها کلن افراد بسیار فاسدی هستن، سیستم ناکار آمده، کلن این فساد فراگیره. پس بحثی نیستش که بشه تو عرض یک برنامه در عرض چند دقیقه بشه اینها رو توضیح داد که ما ها چیا دیگی در طول این سال این دلمون چجوری مثلا صندوقچه اسرار بود که هی مثلا خیلی چیزها رو دیدیم و گفتیم و گزارش کردیم و خیلی چیزهایی که در حد قواره های ما نبود، حتی قواره های ما نبود و متوجه شدیم و اصلا نتونستیم هیچ چه عنوان کنیم. مثلا در حد مثلا یه بسیج که مثلا این چهار نفر از این افراد متخلف خلافکاری که به نیت های مختلف وارد شده بودن، این که به حوالی این که نمیدونم از خدمت دروازیش یه دونه نمیدونم کسی یه دروازی بگیره، یکی بره تو کنگو سهمیه بگیره، یکی نمیدونم فلان کار رو بکنه، یکی عراض لوباش بود، عقده بود به هوایی که مثلا به پشتیبانی این نیروها بیاد که مردم آزاری کنه، اومده با این نیت. ما در این حتی میتونستیم گزارش بدیم و اینها هم تازه رسیدگی نمیشد، چه برسه به این که رفتیم تو اون بالاها به لحاظ مسائل شغلی اومدیم رفتیم مسائل رو دیدیم که مثلا بلا مرجع تقلید میومد به اسم کمک هزینه زندگی و امرار و معاش طلاب خارج از ایران از اطرافیان آقای رئیس جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد دلار میگرفته، دلارهایی که بعدها از بندر جبل‌لرگی از دبی سر در میآوردن، میفهمیدیم که مثلا رفته صرف مصارف اقتصادی و بازرگانی شده، چه از اینش بگیرید که ما دیدیم چه کارچاکنی های بسیار مدرده، اقتصاد های اخلاقی، نمیدونم مسائل خیلی بسیار عجیب و غریب زیادی که دیدیم و باعث شد به تدریج یواش 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 به این درجه از نفرت برسیم که احساس کنیم که زمانی هم که بودیم با اینها از انرژی ما سوء استفاده کردن، از اعتقادات ما، از دوراستی ما، از صداقت ما سوء استفاده کردن و الان به این نتیجه رسیدیم که نباید با اینها باشیم و بودن با اینها یک ننگ برای ما. خب حالا فارغ از همه اینها، اون مرجع تقلید که میلیون ها دلار از دولت احمدی نژاد میگیره برای توزیع مثلا بین طلاب تو نجف و عراق، اون دیگه کیه که تونسته سر احمدی نژاد و دار و دستاشو کلا بذاره؟ احمدی نژاد سر رهبر معظم هم کلا گذاشت، حالا این مرجع تقلید شیعیان جهان آمده سر احمدی نژاد کلا گذاشته. دولت احمدی نژاد چجوری فهمید که این حضرت آیت الله العظمی سرشو کلا گذاشته؟ بحث مرجعی که هستش اصلا بعد از اینکه دند کارش در اومده بود و گزارشاتی رسیده بود، چون دلارهایی که به صورت پالت هم دریافت کرده بوده، چون شماره سریال دار بودن، دولت متوجه شده بود که اینا به جای اینکه مثلا سر از عراق و یا لبنان و جاهای دیگه در بیاره، سر جاهای دیگه در آورده بود، اون مسئولینی که اینا رو مصوب کرده بودن در اختیارش قرار داده بودن، خب بهتر متوجه شده بودن، گزارش ها به دستشون رسیده بود و توی مراجعاتی که داشتن با این آقا و این آقا شدیدن به دست و پا افتاده بوده که این موضوع رو جایی عنوان نکنن، بپوشونن، پوشش قرار بدن، نذارن که این موضوع بیشتر از این مطرح بشه و به گوش آقای رئیس جمهور وقت برسه. حتی از این آقا فایل صوتی تهیه شده توسط اطرافیان آقای رئیس نشایی و
شدم الان این پایدار دست آقای رحیم مشاعری که از یک مرجع تقلید که وقتی خودشون تعریف میکنن میگن مرجع عالی قدر جهان تشیع و فلان اینا، فایلای صوتی هم دارن که مثلا داره التماس میکنه که این موضوع رو بپوشونید، اجازه ندید بیشتر از این پرواز کنه فلان کنه صاف. این وضعیت خیلی خرابتر از این هست، این چیزهایی که دارن ظاهر نشون میدن. نمیدونین چقدر بوده حدوداً اون دلارایی که از اطرافیان دولت یا از خود دولت گرفته بوده و توی چند بار گرفته شده و یه چیزی هلوش 150 میلیون دلار. ببینین نمیدونم شما می فکر کردین یا نه که اگه از اطرافیان احمدی نژاد گرفته این حضرت آیت الله، چرا اولا رحیم مشاهی ازش فایل صوتی داره که میگه این التماس میکنه از آیت الله که این موضوع مخفی بمونه؟ خود رحیم مشاهی این وسط چی کار است؟ خاطر این که بعد از این که اونها متوجه شده بودن که این مبالغ توی اون جایی که عنوان شده صرف نشده، اطلاع نواب داده بودن، رسونده بودن که تذکر داده بودن که گزارش هایی به ما رسیده که شما این مبالغ رو تو اون جایی که ادعا میکردی صرف نکردی، پس وزارت اقتصاد و از جاهای امنیتی این گزارش ها به ما رسیده به نماینده اون آقا ابلاغ کرده. اون آقا درخواست کرده بود که خودش شخصا صحبت کنه، وقتی که اینا رفته بودن که باش صحبت کنن بهش توجیه کنن بگن که این مدارک این اسنادی که به دست ما رسیده داره ثابت میکنه که شما این مبالغ رو به جای اینکه برای طلاب مثلا خارج از ایران توی عراق و نجف جاهای دیگه صرف کنید، سر از دبی و نمیدونم بندر جبل علی و مصارف بازرگانی شما در آورده. وقتی که رفته بودن اینها رو توجیه کنن بهش بگن اثبات کنن با مدارک و ادله، ظاهرم با یک سری تجهیزات مراجعه کردن و صدای این آقا رو هم ضبط کردن. آقای مکارم رو میگین دیگه؟ بله دقیقا درست. مرجع تقلید شیعان شیعی ببخشید مرجع تقلید شیعان عجبا مرجع تقلید شیعیان آیت الله العظما مکارم شیرازی وقتی تو همه چی دخالت میکنه، چرا نباید شرکت های بازرگانیشو با پول بیت المال بچرخونه، اونم قاچاقی؟ ببینید چقدر اینا از هم آتو دارن که همش در حال کیشومات کردن همدیگه. مملکت امام زمانو به قول خودشون ببینین به کجا داره میره. احمدی نژاد و دارو دستش تو این دوره اخیر مخصوصاً چرا انقدر شجاع شدن تو حرف زدن علیه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و نمیدونم اینا که رو راست و علیه حتی رهبر معظم هم همچین غیر مستقیم؟ چرا؟ چون با همین فایل‌های صوتی و فیلم‌هایی که یواشکی برداشتن دارن باج میگیرن از کسایی که تا دیروز تشویقشون میکردن، حلوا حلواشون میکردن. فایل صوتی صحبت تلفنی سعید مرتضوی و مجتبی خامنه‌ای یادتونه؟ یکی دیگه از گروکشی‌هایی است که این دارو دسته علیه خامنه‌ای داره. گفتم قبلا که قرار بود اولین جلسه دادگاه کهریزک 8 اسفند 91 روز معروفی است، اولین جلسه دادگاه کهریزک، متهمان کهریزک که همین مرتضوی و دستیارش بودن، 8 اسفند 91 قرار بود با حضور مرتضوی به عنوان متهم این دادگاه علنی برگزار بشه. یک رو قبل از شروع دادگاه اعلام شد غیر علنی است. به خبرنگارا گفتن برگردین، هیچ کی هم حق نداره تو دادگاه باشه. چرا؟ در عرض چند ساعت بعد از برگزاری دادگاه غیر علنی خبر درس کرد که مرتضوی یه نسخه فایل صوتی صحبت تلفنیش رو با مجتبی خامنه‌ای برده دادگاه، تهدید کرده که این فایل صوتی رو علنی میکنه. طبق اون صحبت تلفنی تو تظاهرات 18 تیر 88 که عده زیادی دستگیر شدن و چند تا از جوانای گل مملکت کشته شدن تو کهریزک و تو راه کهریزک به اوین که میدونید، روز 18 تیر 88 مرتضوی مستقیما تلفنی از مجتبی خامنه‌ای کسب تکلیف میکنه که با این انبوهی که گرفتیم چی کار بکنیم. آقا مجتبی خامنه‌ای به او دستور چگونگی برخورد با دستگیر شده ها رو میده. مرتضوی اون موقع دادستان بود.
ببینید به جای رسیدگی عادلانه با متهم‌ها، مثلا دادگاه برگزار کردن، دفاعی شنیدن، وکیل داشتن متهم‌ها و اینها، منتظر دستور بیت رهبر معظم دادستان، منتظر دستور بالاست. اون وقت از دستگاه قضایی که رشوه و پارتی بازی و هرزگی رأی بازجو خرید و فروش و دستور آقا مشتبه خامنه‌ای ساز و کارش رو تعیین میکنه، چه تعجبی داره اگه به گفته خود حضرات دو برابر بودجه این دستگاه رشوه رد و بدل میشه؟ تازه فقط اعلام شدهش انقدره. بریم پرده آخر. های متدین یعنی که دین به راحتی دین میفروشید، کی تقلید میکنی؟ کو مرجع تقلید؟ اهل بیت شما رو به این هنرمندا سپردن؟ انقدی که جوون شما با دیوان حافظ معنوسه، با قرآن معنوسه، از اول کلاس پیش دبستانی تو کله یه بچه من تو میشه دیوان حافظ و اشعار مولانا و خداوندگار عرفان، حرفم نگه نمیشه زن. بعد جالب همین خلق الله ها از هر بیسر و پای ماتد ناشسته نجس تبعیت فکری میکنه. بعد که میگم مرجع تقلید عادل جامعشم، یا شما آخونده هم همش متحجر این امانم تقلید چی چیه؟ امروز اصلا تقلید دیگه لا یعرف الهر من البر از دین و از کتاب خدا و از سنت پیغمبر و از احکام روزمره مورد، از رفتن مستر احکام استبرا و آب کشیدن مقعد بلد نیست و اهانت به مرجع تقلید میکنه. شب و روزگار خوش.